دو سه هفته از بچه هم مریضه و تو ما هیچی نگفتی؟ آخه حالش اینجوری نبود، ذره ذره اینطوری شد، نمیخواستم نگرانتون کنم. با نگران نشدن ما حال نسرین بهتر میشد؟ با دکترش حرف زدم، گفت بعد داره پیش روان پزشک. لازم نیست بره پیش روان پزشک، بهتره چند روز پیش ما باشه. باشه، هر طور سلام میدونیم، ولی وضعیتش جوریه که بعد هرچه زودتر مداوا بشه. دکترش گفت واسه بچه خطرناکه. اگه حالش بهتر نشد خودم باهاش صحبت میکنم، راضیش میکنم بره پیش روان پزشک. همش تقصیر منه، همه چی از روزی بدتر شد که بردم شما خونه رو بهش نشون دادم. کدوم خونه؟ همون خونه تو نقاشی. شاید باورتون نشه ولی حق با نسرینه، یه همچین خونه واقعا وجود داره و نسرین بدون اینکه اونجا رو دیده باشه با تمام جزئیاتش اونجا رو کشیده، حتی پلاک خونه رو. شما چیزی میدونین که بتونه به این قضیه کمک کنه؟ مثلا چی؟ بچگی نسرین توی همچین خونه ای نگذشته؟ ما همیشه توی این خونه زندگی کردیم. من به نسرین میگم همه چی اتفاقیه، اما خودم هم میدونم که یه چیزایی وجود داره که من ازشون سردر نمیارم. ما قبل از انقلاب تئاتر شهرستانهای مختلف داشتیم، کرمانشاه، شیراز، بندرعباس، تبریز، مشهد، گیلان، همین حساب تئاتر رو دارن. انقلاب که شد، رؤسایی رو که فرستاده بودن در اونجا همه مخالف این، به قول خودشون، این مطربازی ها بودن. تمام اینها رو یا بیرون کردن یا ردشون کردن، اینا همه کوچ کردن و آمدن به تهران و اصلا دیگه اینجا موندگار شد. از اون طرف خب دو دانشکده بود، یکی دراماتیک، یکی دانشکده هنرهای زیبا. دانشکده دراماتیک که تبدیل شد دانشکده هنر و دانشکده هنر زیبا که سرانجام خودش موند، بعد دانشگاه آزاد. سالانه به طور متوسط بین 1200 تا 1400 فارغ التحصیل در رشته کارگردانی و بازیگر میان بیرون و همشون هم میان تهران. تو تهران حساب کنیم چند تا تئاتر داریم. اونجا حتی اونایی که یه اتاقک از بهش تئاتر میگن اونا رو هم حساب کردم. اگه بخوان فقط دیگه هیچ کس دانشکده ای نباشه، هیچ نیروی جدید نیاد، یه 20 سال طول میکشه به هر نفر یه تئاتر برسه. نتیجه این شد که تئاتر ما به این روز افتاد. رقابت ناصحیح، غلط و حتی خیلی خصمانه. خود من تا به امروز 5 بار توی روزنامه و مجلات و نشریات مردم. فلانی مرد که آخرینش در بی بی سی و من و تو اونجا رو گفتم بابا جان دیگه اینجا نگین، من چند تا دوست و فامیل دارم اونور، اونا تا بیان بفهمن اصلا حالشون به هم میخوره. خواهرم اونجاست که خواهرم برای فصل فهمیده بود، برای زنگ زد با خود دو گفته بود من تو با خودش صحبت نکنم، اما نمی کنم. خیلی کار چی می کنم؟ حالا برفض من مردم، چی به شما میرسه؟ کی این کار رو میکنه؟ من پیدا کردم منشهشون، ولی منشهش یکی دوتا نیستن. منشهش یه سری آدم هایی هستن که کارای خبرنگاری میکنن، خبری ندارن، یه هایی همچی خبر رو میرسن، بنابراین ولوله میفته. و
اونجا وایساده و از جاش تکون نمیخورد. هی اسکاتی مواظب باش، اگه تکون خورد ما رو خبر کن. باشه مواظبم. بیا قطعه رو بلندش کن. خیلی مواظب باش. خیلی خوب. بیش مواظب باش. آروم خوب شان ای جک برشتان. خدا تکونش نده چک. خیلی آنم تکونش نده چک. شخصا معتقدم که کسی که امروز وارد این حرفه میشه با کسی که فردا وارد میشه باید تفاوت داشته باشه. یعنی که اونی که فردا وارد میشه باید جلوتر از این باشه. متاسفانه آموزش ما اینجا اینقدر نابسامان بود از اول. مثلا رشته هنری برای یک سال ما این کار رو کردیم و مرحوم سمندریان، مرحوم رکن‌الدین خسروی و من امتحان میگرفتیم، امتحان ورودی. ما میومدیم میدیدیم که طرف اصلا بلد نیست حرف بزنه، بلد نیست راه بره، بلد نیست نگاه کنه. چهار تا سال ازش میگردیم، چطور شد آخه؟ میگفت علاقمند شدم. گفتم خب چطور شد علاقمند شده؟ چی دیدی؟ دیدی؟ هیچی ندیدم. گفتم وقتی یه سیب نخوردی در عمرت نمیدونی مزه سیب چیه، چطور میدونی بگی من سیب رو دوست دارم یا دوست ندارم؟ الان هر کس از این در وارد میشه، حالا که دیگه اصلا میگن امتحانم نمیخوام دیگه، امتحان ورودی هم لازم نیست، هیچ، از این در که وارد میشه بعد از چهار سال یه ورقه بهش میدم میگن وارد هست. و اون وقت اون آدم مدعی میشه به خاطر همون ورقه هست که خیلی شروع ما داریم. تا با زور از اینجا ننداختمت بیرون را بیافت. تو یه شبگرد ولگردی و من آدمهایی مثل تو رو خیلی خوب میشناسم. وقتی شنیدم که به خاطر یک کلاه بی ارزش ترمز خطر قطار رو کشیدی و سبب شدی که این خانم ها و آیون محترم تو این ایستگاه سرد و مرطوب و پرخطر بمونند، در تعجب شدم که
چطور اونها با تو اینقدر با ملایمت رفتار میکنند. ولی اینو بدون، اینو بدون که من مثل اونها نیستم و خیلی خوب میدونم با امثال تو که کارشون ولگردی و ایجاد مزاحمت برای دیگرانه چطور باید رفتار کرد. تو یک بیمار روانی هستی و من روانی تیمارستانت میکنم. بابت تمام خسارتهای روحی و مالی هم که به ما زدی از تو شکایت میکنم. خیالم نکن با لاتبازیات میتونی ما رو دچار خطر بزرگتری بکنی. با تو هستم مردک ابله، میشنوی؟ دارم گوش میدم. تبهکار کهنه کار. منظورت چیه؟ هیچی، منظوری نداشتم. تو به من گفتی نفهم و کودن و ولگرد و هرزگرد و چی و چی و چی؟ منم به تو گفتم تبهکار کهنه کار. نمیدونم چرا باید تو تنها کسی باشی که حق داشته باشه دائم بد و بیرا تو دهنش باشه. حقیقتو بگو، برای چی تصمیم گرفتی اینجا بمونی؟ یه حماقت ناب برای یک هدف خاص. تقریبا میشه گفت 60 تا 70-75 دوره اوج سینما بود، یعنی زیربنای سینما رو اونا درست کردن که امروز آدمایی پیدا میشن که میرن اونور جایزه میگیرن. سینما به نظر من بعد از انقلاب پایه‌گذار چیزی شد که امروز ما میتونیم تو دنیا سرمون بلند کنیم بگیم ما هم سینما داریم. ولی امروز متاسفانه نمیدونیم بگیم ما هم تئاتر داریم، تو خیلی فاصله مون زیاده باده اونا. من ترکیه رفته بودم، ترکیه رفتم، رفتم آنگارا، رفتم تئاترش. بعد یه چیز خیلی ساده است، به نظر خیلی ساده است، بلیط خریدم، دیدم گفتم که این چیه؟ گفتن رومو جولیت است که آداپته شده به ترکی. گفتم من که ترکی نمیدونم، حداقل رو اونجوری چون میشتم حداقل میدونم قصه چیه. رفتم تو سالون رو رفتم نشستم، دیدم یه عده نمیشینن گوشه وایسادن سر مثلا 180 باد برابر. زنگ آخر که زده شد اتوماتیک تمام در رو بسته شد، یعنی بعد از اون زنگ هر کس میمد با خوشتر میمد. من یه عده این جماعتی که وایساده بودن هر دمه با شور به دو هر صندلی که خالی بود رفتن جا نشستن جلو. بعد نمایش شروع شد، انضباط و به اصطلاح خلاقیت تو اون که تو اون کار من دیدم تقریبا میشه گفت شبیه کارهای فرنگی بود. غیر ممکنه از این جغد پیر بشه حتی یک کلمه حرف بیرون کشید. دوست عزیز، یا کلفت ها خیلی زیادی حرف میزنن یا اصلا هیچی نمیگن. در هر صورت حرف زدن با این کلفت ها وقت تلف کردنه. شما فکر بهتری دارید؟ تو حرفه ما باید با حوصله و در آرامش اندیشید و بعد به موقع عمل کرد. مزالک بد نیست شما از نزدیک یک نگاهی به این صندوق بندازید. بفرمایید. تو این صندوق حدود 15-20 میلیون لیر پول خوابیده که ظاهراً تقلبی هم نیست. توی صندوق بی قفل و بست و توی خونه بی در و پیکر و پر رفت و آمد. این بابا دیوونه است. این اولین نظریه که بشه ابراز کرد.
اگر داشتن 20 میلیون پول توی همچین صندوقی علامت دیوونگی باشه، باید بگم دیوونگی همچین چیز بدی هم نیست. کاملا درسته. خب بهتره برگردیم به اصل مطلب. به نظر من اون تبادل فرهنگی که بعد از 28 مرداد اتفاق افتاده بود، اگر مسئله سیاسیش رو میذاشتیم کنار که اینها معلوم نبود برای چی هستن میان و میرن، آدم های بسیار برجسته تاریخ دنیا بودن، نه اینکه آدم های معمولی، ولی در هر صورت سیاست خاص آمریکا پشتش بود بعد از 28 مرداد. اگر اون روال رو ما ادامه میدادیم، شاید امروز تئاترمون به یه جایی رسیده بود. تأثیری که جشن هنر شیراز تو تئاتر ما گذاشت، منکر اون نمیتونیم بشیم. هر کی هرچی بخواد بگه بگه. درسته من همه رو دیدم. با خیلیش هم مخالف 100% هستم. و آخرین کاری که دیگه بعد از اون اصلا تعطیل شد و این خوک بچه آتش نمیدارم از این چیزا بود اسمش، آدم ماه رمضان خدا آدم اینجا شد یه ذره کار کنه. آقای خانم محترمی که تصمیم میگیری این نمایش رو تو خیابون پیاده رو بذاری، اونور مسجد زمانه که ماه رمضانه، یاد من و مرحوم روکین رفتیم ببینیم، به ما گفتن یه سری تماشه توی مغازه میشستن، یه سری بیرون توی خیابون وایس بودن. گفتن ردیف اول دوم سوم نشینه بچه های تلویزیون بودن. هم چرا؟ گفت بعد میفهمی خودشی. هر شب یه اتفاق میفتده، شیشه های به این بزرگی تماشاچی ناراضی با سنگ میزدن، یه سنگ به این بزرگی خورد که قیل خورد، اومد خورد به پای کسی که ردیف اول نشسته بود. گفت به این دلیل گفتن ردیف اول دوم سوم نشینه. هر شب این اتفاق میفتاد و همون سبب شد که این بسته بشه، در صورت که اون خیلی تأثیر گذار بود. به جز آیت الله خمینی و محلاتی و یه چند نفر دیگه، بقیه آزاد شدن. این آخونده چی؟ ازش خبری ندارم، ولی احتمالاً آزاد شده، اما اینجا بر نمیگرده. این پسره دامادمو میگم. اونو نه، اونو 100% محاکمش میکنن و از طریق اون پای خیلی کسا میاد وسط. منظورت از خیلی کسا کیا هستن؟ نمیدونم، هنوز نمیدونم، اما تو بازجویش معلوم میشه. فکر نمیکنم به جز همین آخونده و چند نفر از این بازاریا با کس دیگه ارتباط داشته باشه. اینایی که گفتین آدمایی نیستن که با اسلحه سر کار داشته باشن. اونی که بهش اسلحه رو داده مهمه که احتمالاً یکی مثل خودشه. چقدر نصیحتش کردم، تهدیدش کردم که دست از این کاراش برداره و به زن بچهش برسه، که دازه فکر میکردم نهایت کجرویاش اینه که شده پامنبری آقا فاضل و گاییم این ور اونور حرفای قلوم به سلوم بمیزنه. چه میدونستم سرش کجا بنده و چه کارایی داره میکنه. ببینین بالاخره امروز نه فردا نه، یه روزی ما مجبوریم، مجبور میشیم با سایر آدمای دنیا نزدیکی داشته باشیم. اون موقع است که ما کمبودهای خودمون رو حس میکنیم، اون موقع است که ما مجبوریم خودمون رو بسازیم همتراز اونها باشیم. حالا ممکنه این فردا اتفاق بیفته، ممکنه یک سال دیگه، ممکنه 100 سال دیگه، ممکنه نمیدونم که. امروز هویت من اینه که در این محدوده‌ای که من دارم زندگی میکنم، هویت من اینجا شکل گرفته. این هویت خیلی محدودیت ها برای من ایجاد کرده. و اگر این محدودیت ها نبود، من یه خود بازتر بودم، میتونستم نزدیک میشم به هویت های مختلف دیگه که یا مورد قبول من بود یا مورد قبول من نبود، مهم نیست، ولی حداقل میرفتم میدیدم که در اندونزی کارهایی میکنن که ما اصلا
خبر نداریم ازش. در نمیدونم آفریقای جنوبی یه کارایی میکنن که من حتی اسمش هم نشنیدم. اینا اون چیزاییست که اون وقت آدم یواشیاش جهانی میشه. شما راجع به جهانی شدن صحبت کردی. جهانی جهانی همینجوری آدم نمیتونه شب خواهد صبح بلند شه جهانی بشه. باید باز باشه، آزادی باشه. اگر این آزادی رو بدن از این محدوده آدم بتونه باشه اون برتر هم بذاره، اون وقت خود به خود عرض کردم فردا، پس فردا، صد سال نمیدونم که، ولی این اتفاق حتما شدنیه، اصلا ممکن نیست نشه. تو فرارش داری، همه این کار زیر سر توه. تو باعث شدی که چشمسته بندازمش زیر دست حاج مرتضا و اون برادر زده بی همه چیزش که حالا من با تاونش بس بدم. کجا رفته؟ زیر سنگم باشه میگم پیداش کنن و با تو سری برگردونش اینجا. کدوم گوری رفته؟ کدوم قبرستونی فرسدیش؟ من چه میدونم؟ گفت میرم خونم خرت و پرتامو جمع کنم بیام، که اگه فرارم کرده باشه بهش حق میدم، چون از دست تو و فرخونده و اون لقمه‌ای که براش گرفتی گذاشته رفته که جون خودش رو بچه‌ش نجات بده. نگفتم کار توئه؟ تمام این مصیبت ها رو تو به بار آوردی. کجا فرزدیش؟ نگی آتیشت میزن این خونه رو سر تو خودم و جون بچه ها خراب میدن. آره من فراریش بدم، کمکش کردم تا از دست اون لاشخورا نجات پیدا کنه، اما کجا رفته نمیدونم، که اگر هم میدونستم نمیدونم. این کچمه نمیذارم زنده باشی و برام نقشه بکشی. حالا میفهمم که فرخونده حق داشت. هر دوست میگفت در حال حاضر در هر صورت جوانای بسیار با استعدادی پیدا شدن، کارهای درخشانی هم کردن، منتها این محدودیتی که الان برای نوشته وجود داره، حالا چه داستان باشه، چه رمان باشه، چه نمایشنامه باشه، چه سناریو یا هر چیز دیگه، این محدودیت این رو دست باش بسته. ولی آدم بعضی چیزهایی که میبینه یا میخونه میبینه که این خیلی بهتر از این میتونسته باشه و این آدم توان این رو داشته کار بهتر از این ارائه بده. و چون تعداد خیلی زیادی الان جوان اومده وارد داد، از یادم سال 1200 و اضافه بشن بقید بینیدی ها یکی دوتا پیدا میشه، اینجوری هم نیستش که همه دست بود شرفتی باشن. وقتی که پیدا میشه ایده های جدیدی میاره. یادم به وقتی که راجع به آرتور میل میخوندم، اتفاقا که اون موقع در آمریکا افتاد و بگیر به بند به اصطلاح کمونیست ها بود، در صورت این هم محدودیت داشت. همین نمایشنامه فروشندهش، فروشنده دورگردش، تا زمانی که خودش اون آقای مکارتی بود، اون گروه بودن، اصلا اجازه ندادن یه دونه از کارهای این جهت چاپ بشه. سالها بعد، سال 1950 خورده ای، برای اولین بار اونم نه در آمریکا، یه جای دیگه اجرا شد. بعد در آمریکا اجرا شد. ما باید خودمون رو
جدا نکنیم از دیگران. ما الان جدا شدیم، کشور ما از سایر کشورها جداست به طور کلی، از هر نظر که بگیم. وقتی که من اجازه نداشته باشم فلان کتاب رو که فلان نویسنده فلان نقطه دنیا نوشته ترجمه کنم یا ترجمه کنند چاپ نشه، من اطلاعی نداشته باشم، زبانم اینقدر ندونم که برم کتاب اصل بخونم، بنابراین من بیگانم نسبت به بقیه چیز. بنابراین اون تأثیری که اون آثار جهانی روی آدم میتونه بذاره متاسفانه اینجا نیست. اینجا ما خیلی در محدوده خاصی داریم کار میکنیم. این محدوده خاص ما به نظر من بعضی ها هنر به خرج میدن، هیهوی کارهای عجیب و غریب میسازن. ما بقیه دارایی این جانب شامل امارت ظفرالملک که فعلا در آن اقامت دارم جمعاً به حد 9 قفیز و امارت ییلاقی ظفریه واقع در تجریش جمعاً به حد 10 جریب و امارت شخصی میدان حسن آباد جمعاً به حد 11 قفیز به اضافه 14 باب حجره واقع در تیمچه حاجب الدوله تهران جمعاً به حد 6 قفیز به انضمام 2 قصب آبادی با جمیع حواشی و توابه و اراضی و آبروها و کاروانسراها و قهوه‌خانه‌ها واقع در کاظم‌آباد تالاقان و 1 قصب آبادی در محسنیه سرخحصار و 14 قصب آبادی به همراه مزارع اطراف با 100 تا مدار قنات واقع در دماوند که تمامی این مستقلات و املاک دارای رسم القباله تحریر شده به مهر و موم دولت فخیمه شاهنشاهی می باشند. به اضافه کلیه اسباب و اساسیه موجود اعم از فرشها، چینیالات، زیورالات و جواهرات خارجی که مجموعاً مشخص است، به جز وسائل شخصی بقیه وارثین که آن نیز معلوم و مشخص است، به همراه جمعاً مبلغ 385250 تومان وجه رایج مملکت را همگی یک جا به ماهتابان بختیاری فرزند علی آقا بختیاری و شمس الملوک ظفرالملک نوه دختری عطاءالدوله ظفرالملک واگذار می نمایند. وقتی که من اخراج کرده بودم خب خیلی کتاب می خوندم دیگه. اول شروع کردم با توضیح المسائل حضرات، اول از امام خمینی شروع کردم، توضیح المسائل سال 49 گرفته نشتیم 200 صفحه بود، خوندم چیزی بهم نداد. بعد توضیح المسائلی که بعداً چاپ شده اون چیز قطور بود اون رو خوندم، دم نه یه چیز جدید اومده این تو. توضیح المسائل خیلی از علما رو من گرفتم خوندم، متاسفانه تو بعضی هاش اقلات چاپی تکرار شده بود، یعنی هر رو دست هم نوشته بود. اینجا اونجایی بود که آدم یه خود به فکر میفته یعنی چی. بعضیشون هم خیلی خوب، تنها تفاوت مال امام خمینی و دیگران یه بحثی بود، یه بخشی بود که راجب موسیقی بود که اون اصلا راجب موسیقی اینها نشد، راجب موسیقی یه بحث اضافه شده بود که چیز جدید بود برای من. در مورد ترجمه و اینها قم اون زمان یک کتابی چاپ کرد به نام خدا کنه اسمش یادم در بیاد، جزیره الخضرا یا مثلث برمودا یا جزیره الخضرا، قم چاپ کرد. نویسندش یه لبنانی بود. بحث کتاب این بود که چه عاملی سبب میشه که کشتی هایی که از اون منطقه
دریای کارائیبی اونورا میگذره سقوط میکنن. این نویسنده گفته بود که برای اینکه حضرت حجت اونجا تشریف داره. سه تا جزیره است. توی جزیرهش خودش و خانوادش هستن. توی جزیرهش لشکریان هستن. توی جزیره دیگه سپاهیان نامچی هستن. من وقتی که دیدم قم این رو چاپ کرده و یه همچین مطلب رو عنوان کرده، بعد آدم میشینه اصل کتاب، کتابی که بعدا راجع به این مسئله نوشتن که چه اتفاقی افتاده دستن اونجا، چرا کشتی ها یا هواپیما اونجا سقوط میکردن، یه خود علامت سوال میشه تو ذهنش. خب خیلی هم گفتم یه همچین کتابی هستی شست باور نمیکرد، میگرفتم میخوندن، گفتن از کجا خریدن گیر نمیومد دیگه. گفتم والا همینجا کتاب فروشی اینجا بود، رفتم خریدم. گفتم اصلا نمیدونستم این مسئله. گفتم بازم اینم جزیره الخضرا یا مثلث برمودا، یعنی اینا چجوری اینا کردن؟ اصلا فکر این که یکی این مطلبی توش باشه نیست. چاپ دوم، سوم، چهارم گرفتم، دیدم خیلی حتی قم کتابی که برای اولین بار چاپ کرده، چاپ های بعدی مقدارش رو حذف کرده. وقتی که قم کتاب رو بگیره اینجوری حذف کنه، شما فکر میکنید کتاب های دیگه صحیح سالم دست ما میرسه؟ نمیتونم بفهمم. به سادگی گر میگیره، به همون سادگی هم خاموش میشه. خاطرتون نیست پدر؟ بچگیش هم همینطوری بود، خیلی زود احساساتش تحریک میشد. خیلی بده، به خصوص برای یه مرد بده. اون همه شور و واویلا درست کرد برای سوالی که ازش کرده بودن، یهو فروکش کرد. خب شاید مشکلش حل شده. تو سفارش کردی؟ ابدا. مامان جان یکم حواشو داشته باش. شما که همیشه طرفدار اعتماد به نفس و روی پا وایسادن بودین، داره راشو پیدا میکنه، جا میفته، دوست آشنا پیدا کرده. امروز میگفت شام با یه نفر وعده ملاقات داره. پس حالا که منتظر نیستیم بسم الله رو بگیم. باشه، پس شام آماده کن که اومدیم. ای داد بیداد، چیزی شده؟ قرصامو جا گذاشته. خودم میرم میارم آقا جون. نه نمیخوام، اصلا امشب قرص نمیخورم. تا بری و بیایی دل با پسی منه میکشم. آقا جون ناراحت نباشی، من سری و سیر میرم و برمیگردم. نفهمیدم، وقتی من 10 سالم بود تو دربوز آباد برای میفرستدی. ماشاءالله جوان بزرگ شده. بیا برو قرص رو برمیگردم. چشم. روزنامه آینده قرار بود یه کاری با مرحوم سندریان کرده بودیم، قرار بود مثلا دوشنبه شب پخش بشه. نمیدونم چطور شد پخش نشد، ولی آیندگان سه شنبه صبح اومد بیرون، سه صفحه شروع کرد فحش و بد و بیراه به سمندران، به کلیه که مجریان این برنامه، برنامه که پخش نشده. یه سری هستن که اینطور نقد میکنن، این نقد سازنده نیست. نقد سازنده اینه که آدم وقتی که میاد بیرون، حداقل 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 یه تماشاچی که آدم رو نمیشنسه، ما نمیشنسه، اونم فقط رو صحنه ما رو دیده، یه میگه دستتو درد نکنه. این بهترین نقد اینه. یا میاد عکسش میگه یه چه این صحنه رو اینجوری گرفتی؟ من نفهمیدم. آدم وقتی خیلی منصف باشه فکر کنه، این حق با اونه، من مشکل داشتم. ولی متاسفانه منتقدین ما تقریبا خطی عمل میکنن. حالا تو چه خطی هستن همون خط رو میگرن. اگر روزنامه ایکسه، فقط هرچی که اون روزنامه ایکس گفته، حالا چه خوب چه بد، باید این برنامه کویده بشه.
کاری که با همین دوستان دارن میکنن دیگه. ببینین بعضی اصلا متن رو مینویستوری مینویستن که بازیگر کاری نمیتونه بکنه، مجبور اون متن رو بگه، به همون نزدیک ابتذال میشه. ولی کمدی اون نیست. کمدی میتونه حتی اشک طرف رو در بیاره، ولی کمدیه. ما از این دست نویسنده من ندیدم، ولی شتک هاش رو تو بعضی کارها دیدم که میتونن این کار رو بکنن، در حالی که آدم داره میخنده همون لحظه غم تمام وجودش رو پر کرده. این خنده من خنده ابتذال نیست، خنده ایست که من به فکر انداخته. این فکر خنده دار بوده برای من، هست، نه اینکه نباشه، تداوم نیستوش متاسفانه. در گذشته به دلیل، یعنی قبل از انقلاب، به دلیل آزاد بودن همه کار میکردن. براتون مثال زدم دیگه، آقای میری تئاتر بارس رو میگهدم، بعضی وقتا بین تماشاچی و بازیگر رو زنه دعوا میشد، اصلا بازی رو ول میکردن، دیالوگ اینا خودش یه تئاتر بود. درست این قرون وسطا، قرون وسطا تماشاچی وقتی که میرفت خانوادگی میرفتن، حتی غذا میوردن، میشستن میخوردن، اونا هم در حال غذا خوردن تئاتر هم نگاه میکردن. بعضی شعر رو نمیفهمیدن، شروع کردن مداخله در اجرا و درگیری ایجاد میشد. اینجا همون بود دیگه. منیا توشو پریگلاسیلی، ابیشالی زیت ناویر گو هاد لوگه، سبکو بهجره هه هه یکی کچولو، مگه تو رو هم دعوت کرده؟ هزار لوگ اپ هه، کید نام هه ناس کتف پریگلاسیل. ببین هاتف نوکه چجوری هوا شما رو داره. یوسکا Ну, до скорого. Увидимся. Намасте. Здравствуй! Где? То гармет не? Учи. А что дар не мери? Кто же меня тогда узнает? Джанам Агай Рамазани. Джанам Агай Рамазани. Гитлер инжа чикар мекуне? У Эссалина Альвалу. Дарзен вареде мағулатана шо. Пивери мина.